Assalomu alaykum hamvatanoni aziz. Imroza sohbati mo bo lideri guruhi 24 Umar Ali Quvatov dar ba'zi masoili ki mardum ziyodtar dar e tavajjuh dorad. Assalomu alaykum ustozi aziz. Wa alaykum assalom. Savoli avvali mo in ast ki چی طوره که شما دهمی اکتبر اعلان کردگی بودید که گرد همایی که در دوشنبه صورت میگیرد صورت نگرفت و مردمی که در زیل و اعضا بودند و شما را گوش میکردند در خانواده های این مردم از طرف حکومت امام علی رحمان فشارهای زیاد آمد. در این باره شما چی گفتن هستید؟ برادر جان، البته این خودش مبارزه است. مبارزه که در نهایت 23 سری سال در تاجیکستان این نمود حرکت اپوزیسیا نکرده بود و در کوتاه‌ترین وقت ببینیم که چقدر مردم آشکار غم خویش در مسئله زلزله میگفت، در نکلاسنیکی میگفت، در دیگر جا، و بسیاری مردم امیدوار بود که همین کار میشود. و البته شما میدونید که خود حرکت حکومت به یک درجه بود که حکومت همه حرکت از خود استفاده بود و تو یک مقدار پارتی را پیش انداخت. باز در اونا مثلا یک مقدار گپوی دروغ انداختن، فتنه دموباین انداخته شد. از دموباین سیستم های اینفرماسیونی را استفاده بودن، تانکه، بتیر، گرانتامیوت و همه یه چیزهایی که دموباین 800 نفر از طرف چین آوردن، این خودش یک نشانه بود که مردم در ترس آوردن. پس از وقتی که مردم ترسید، واقعیت گفت شما درست است که حکومت حرکت کرد، مثلا زیدی آدمایی که بیدار شدند، آدمایی که میخواستند که در تاجیکستان دیگر نمود حکومت بیاید و مردم تاجیکستان از این غم خلاص شوند، امام علی حرکت کرد به زیدی گلچین اپوزیسیونی را، مثلا به هر راه، یک جوش به مسئله پول، یک جوش در خانه هاشون میرفتند، پدر و مادرشون فشار میوردند. در این مسئله ما میتونیم گدایف شرفالدین را بگویم و صدها آدم را بگویم که یکون سخن از انسان میبرامد در این دولتی، در دولتی ما چی طوری که ما شما میدیم که دولت دموکراتی است، نیکیم ما و شما در عصر 18، 17، 16 هستیم. در این دولت ها ما این نمود فهمیش هم نیست دوستی عزیز. با این معنی ما و شما دیدیم که حرکت ما یک کمی پس ما و این برای ما و شما یک نظر دیگر داد که ما دیگر نظر قطعی حرکت کنیم برای پیش داخل کردن حرکتی دویمانگی ما. خب بسیار خوب. نشدن گرده همایی در تاجیکستان در فکر شما یا در هدفهای شما یکون تأثیرات منفی آورده کنید؟ البته باور کنیم که این حرکتی ما و شما که در مدت 6 ماه یا چند ماهی که بود وجودن مردم را بیدار کرد و در همه گوشه تاجیکستان بخبر هستم که یک گروهی پیدا شده است که از غم های مردم گپ میزنند، چیزی که در مدت 23 سال سال تاجیکستان نه من فهمیدم. سوال ما این بود که نشدن همین گرد همایی که نشد در فکره شما یکون منفی شد یا که مثبت، یعنی که پیروز شد یا که مینوس شد؟ در هر طرف ما پیروز داومدیم، ما زلال در این مسئله نکردیم. زلال ما فقط همین بود که فشار از طرف امام علی و چی طوری که ما میدونیم در مسئله محسود ابراهیموف که کار زدن دیگه کردن، این چهره حکومت نشان داد. بازم گپ ما حق آمد ما برای مردم. هر دو طرف ما فایده کردیم، هم مردم دید که گپ ما حق است، هم چهره حکومت نشان داده شد که حکومت ظالم است در بالای مردم. خب بسیار خوب. شما با دل پر گفته میتونید که همین حمله سوی قصدی که به ابراهیموف مقصود شد از طرف همین رژیم امام علی بود؟ واقعیت چه طوری که شما دیدین که مقصود ابراهیموف 15 سال در دولت روز بود و یگان کس طرفی اون نظر هم نمیکرد، نگاه هم نمیکرد. پس از وقتی که مقصود ابراهیموف برآمد کرد و چندین میتینگ تشکیل کرد و جوان را دعوت کرد، البته این 100% میدونیم که حرکت از طرف حکومت بود، زیرا که چی طوری که شما دایتون باشه آدمایی که قپیدگی بودن از پرهاشون گفتگی بودن که از طرف امام علی دعا و سلام گفته پیستری تجقیدن تیرش که نرفت. با این خاطر گمان میکنم که این خودش اثبات کنه است. باز در همون شب
از طرف امنیت در طرف ما هم فشار آمد که بیاین ما و شما صحبت کنیم، جلسه کنیم، یک مقدار پول قطعی در یک گپی برسیم که مثلا از همین گپ شون دست بکشیم و البته نتیجه نگیرتم. بسیار خوب. و بچه هایی که یا که اعضای گروهی 24 که در زیل شما را گوش میکردن، در خانواده های اینها در تاجیکستان فشار گوناگون آمده، آیا همین قانونی بوده و یا غیر قانونی؟ یا که فشاری که امروز در سر مردم تاجیکستان میاد، کسانی که در زیل برآمد میکنن، آیا همین قانونی است و یا غیر قانونی؟ من گمان میکنم که دوست عزیزم در تاجیکستان عموما قانون وجود ندارد. در تاجیکستان شما میدونید که چقدر آدم ها کشته شدند و مثل اینکه 2 نفری که در حصار کشته شدند و همه میدونند که در امنیت کشته میدونند و قانونی است این. قانونی یعنی که در تاجیکستان عموما نه سود هست نه پراکراتور هست. و اگر که ما و شما عریضه بنویسیم بگید که چرا شما خانه یک کس می بین گرد بزنید، کی حمایه میکنه مردم ها؟ کنی همون قانون در کی می نویسیم؟ گمان میکنم که وجود نداره قانون. سوال دیگری ما این است که البته شما در داخل این آیله و در داخل این اولاد مدت 10 سال شما بودید و بعضی مردم میگن که شما وظیفه دار بودید، آیا این حقیقت دارد؟ شما وظیفه داشتید در حکومت؟ نه، در حکومت وظیفه نداشتید. خب بسیار خوب، شما البته وظیفه دار نبودید در حکومت. خب در داخل این آیله مدت 10 سال شما بودید و امروز ما میبینیم در تاجیکستان به خاطر ابراز سخن حق، به خاطر حقیقت رساندن، به خاطر دفاع کردن از حقوق شخصی خودشون، چقدر فشارها در بالای زن و در بالای مرد، فرق نداره، در بالای جوان هم میآید و در بالای خود این اولاد، یعنی نیست این گپا، حقوق رعایت نمیکنن. شما در این باره چی گفتنی هستی؟ ببینید که دوستی عزیزم، البته در این 10 سالی که من کار کردم، من بسیار یک امتیانوی کلان گرفتم و ما شاهد بسیاری خیانت ها از طرف اولاد امام علی خودم به چشم داریم. از همه علم ای است که امام علی و اولاد اینا فکر میکنن که مردم هیچگاه نمیخیزن، اینا به درجه مردم رسوندگی بودن که مردم در ترس لرز تو حتی تجارا، اکثر تجارایی که در تاجیکستان مالاشون رو گرفتن، خاناشون رو گرفتن، در زندان محکم کردن، خاموش بودن از ترس و اینا گمان کردن که در این تاجیکستان این مردم یک مردمی هست که یکم نفر از این وزیدی حکومت نمیخیزن. و باور کنید که ما در مدت همین قدر وقت فقط کوشش میکردم، نگاه میکردم و به مثل همه آدم ها یک تجاری بودم که کار میکردم، ساختمان میکردم، حرکت میکردم. نو وقتی کاسه لبریز شد، وقتی ما دیدم که دیگر امکانیت صبر و طاقت نیست، زیرا آرزو و هوس ما انتخابات 2013 بود که امام علی بر هر راه باید نگذرد، زیرا ما میدونستیم که اگر که این در انتخابات میگذشت، شکست مردمی ما به اندازه و از بیشتر رفتن میگرد. از کجا ما میدونستیم؟ شما میدونید که ما از همه دزدی، از طرف گمرک و از کروپسی داخلی، رشوتگیری، پرگیری بسیار بخواهر بودیم. من میدیدم که این اولاد متخصیص قبول ندارد، ولیکن یک انسانی که به علم باشد، دیپلم خریدگی باشد، بیای اگر مثلا یک وظیفه کهان در اون تسلیم کده میتیم و مثل بیگ زورو. نو اساسی گفت در مسئله خیدی آیله میرون و خیدی آیله اینو در حرکت داخل شدن که به طریق دشنام، به طریق زوری از بانک ها به موبین خودشون پول جدا میکردن. در موبین اولاد امام علی چندین گروه ها بود که در موبینشون جنگ و جنجال کمون بود، در موبین داماداشون و اکای پرزیدنت و خسر بچهش و دیگر همه اینا به مثل گرگوی گشنه بودن که هر حرکت کنن که خیانت کنن، غارت کنن. و اون جمله مثلا از اون جمله همین زویر که مثلا بازار ساختگی بود و در گیب در طرف اینا هیچ چیزی نداشتن باشن، از مردم، از مثلا روانگیز پول میگرفتن جدا میکردن، از دیگر دولت هایی که جدا میکردن پول به مثلا یاردم مردم، از اونجا در میکشتن پول میگرفتن و یکون چیز نظارت کردن نمیتونن. یعنی مثال ما و شما در مدت 24 سال
میتونیم گفته که در اون بار بانک اون کس نظارت کرد یا اون کس گفت که پول کجا رفته است اما قدر پول بودجتی هیچ کس گفته نمیتونه. با این خاطر ما از این چیزایی که من بخبر شدم ما دیدم که اگر که ما خاموش بیستیم آدمایی که دیده میدونن که چی نمود خیانت میشه به مردم اگر ما شخصا و دیگرها خاموش بیستن دیگر در مسئله مردم گپی نمیرسیم. عموما میتونن که تاجیکستان به هر راه نابود بسازن سودا کنن بگذرن. این روز جای با جایی هم نیست که مثلا از همه وظیفه های کلان مثلا از ملت تاجیکستان نیستن. اکثر این وظیفه ها در مبین اولادی شده هستن و اونایی که در وظیفه هم بیان قسم میخورن که ما برای شما همه این کار میکنیم گفتن. و چنانی که در مسئله خیلی مقصود ابراهیم که حرکت چی این آدمی حسن صدالای حرکت کردن که اون پول جدا کردگی بود در این مسئله. باز در این جایی بجایی نیست که مثلا اونو گرایین روی کردن که این گرایین رو صدا کنیم به ازانی و پل این قطعی بزید اپوزیسیون حرکت کنیم. یعنی که حکومت به درجه های شاخه زیاد داره چی در مسئله کروپسه چی در مسئله نرکا بیزنس و همین نرکا کارتل میگم. نرکا کارتل یعنی که مردمی ما میبره در مسئله مملکتی روس از طرف ما روسا ایبارا میگیرن و اونا را امنیت نگه میکنن اونا را میلیسا نگه میکنن. این روزایی که ما و شما دوست عزیز که شما ممکن با خبر باشین که نباشین اکثریتی که MVD یا که KGB مثلا FSB روسیه که مثلا این روز محکم میکنن مردمی که این روز مبارزه برسن برای حق برای یک دهنونی خودش واقعیت میگن و از طرف حکومت روسیه مثلا به طریق پول رشوت قتی آدمو استفاده میبرن اما نرکا کارتلی که محکم میکنن یک مقدار اپوزیسیونی رو. البته با این خاطر ما میدونستیم که مبارزه ما برآورد نیست به خاطر ما نه فقط برای یک اولادی امومانی مبارزه میبریم اما مبارزه میبریم هم بازید نرکا کارتل هم آدمایی که در همین گیر در طرفایی که ما شو میگیم که لگن بردار به خاطر اونا هم کار نمیکنن. یک سیستم های ساختگی هستن که اگر که حکومت ها یا که دولت ها ما بگیریم یک حزب تو اینا رنگی خونخرا بارین یعنی که شکشکا بارین یا که کایکا بارین در وجود انسان همه جوش خفیدگی هستن فقط خون میمکن نیکیم یکان مهنتی نمیکن و روسا میگن پرازیت. با این خاطر ما حرکت کردیم و ما میدونستیم که این مبارزه ما مبارزه بسیار بخطر است. یعنی خانون تاجیکستان برای اولاد امام علی هیچ تأثیراتی نداره؟ من وجود نداره برای اونا زیرا که شما میدونید یک وقت وقتی که ما در دوشنبه بودم و یک نفر در مثلا یک 12 یا 11 کیلو گرایین قطعی در راه بچه اموندو کمون بود یا دگره طرفی اونا رفتن باز اونا را قفیدن در همی بود پس در ما زنگ زدن که یک نفری ماشین در بار گرفتگی است. باز ما پرسیدیم در مثلا آدم استیت از طرف قرغان تیپا که چی گپ هست در وجوده اونا خنده کردن مزاق کردن گفتن که در وجود سفیدی نیست یک 10 کیلو شکر بود خیلی مردک برای خانش شکر بود دیگه. یعنی که اینا عموما نداره یکون نظر در مسئله اولادی که اینا را کنترل کنه نداره. و شما میدونید که در تاجیکستان در وقتی که شرکتی ما را گرفته بودن عموما یکون اسناد نبود در مدت یک مقدار یک شب و روز اینا اسناد تیار کردن از پیش خود. یعنی که در پیش اینا وزارت ها فقط یک مثل کارگر است که در پیش اینا خدمت میکنه. یعنی همه شخصی است؟ همه شخصی است و هیچ جدا شما عریضه کردن نمیتونید. و همه وزارت ها بر فایده یک اولاد کار میکنه است؟ همه وزارت ها پیش از وقتی که وظیفه میگیرن قسم میخورن در پیش امام علی که ما هیچ وقت شما را پس نمیزنیم. هر دزدی غری که شما میکنید هر نابودی که برای این مردم ملت میرسونید ما شما را میپوشونیم. خب البته این بسیار بدبختی بوده است و این روزهای نزدیک یک خانواده در تاجیکستان از سبب کمر بوی کمر جان به اخذ سپریدن. در این باره شما چی گفتنی هست؟ ببینید که البته سیستم بی‌خطری از کمر یک گپی کلان است که تو حتی برای او چندین بار می آموزن که چی نمود کمر علاو میکنن و چی نمود او حرکت کنه. بخاطر که ما که از این با خبر شدم که شوهر این زن در مسئله دولت روسیه مهنت میکرد کار میکرد که یک دهنون برای اویلای خیلچه بیارن و البته در تاجیکستان زمستان که میبیار برخورا میکشن برخورا که کشتن در خونه گرمی نیست او و خود مونده نمیشه از اینجا فهمیده میشه که این یک بدبختی برای همه جامعه تاجیکستان نه فقط
یک زن و چهار گودک زشته است. چندین آدم گذشته هستند که اونا خبردار شده گی نیستند. مثلا از خانوکی. از خانوکی. برای که بازم یک مرد دیگر از امو گیرد اطرافوی آنم از دنیا گذشته گیرد. پنج و چهار ساله اینسان. بغض از وقت در دیگر جا مودا مهم گذشته هستند. نیکن وقتی که یک آدم میگذره یک مرد میگذره مردم خاموش است. وقتی که یک زن با چهار گودک از دنیا میگذره این گپ گپی کلام است. واقعیت در این مثلا 100% حکومت گناه بود. زیرا که در تاجیکستان برق هست، برق در دیگر دولت ها سودا میکنند و امکانیت ای را ذخیره نمیکنند. با دیگر دولت ها به مثل که یک جنگ جنجالی قدیمه دارند. هرچند که ما و شما چندی بار گفته بودیم که امام علی حقلا از ملت امام نباشه، باید با همسایه خودش خوب باشه. لیکن با همو همسایه هم دشمنی میکنند که برق در تاجیکستان نگیرند. از اینجا فهمیده میشه که خود حکومت داری امام علی این خودش یک خیانت برای مردم است. یک خیانتی کلان برای مردمی تاجیکستان است. خب یعنی بعد از این مصیبتی که در این خانواده آمد شما چی فکر میکنید که حکومت تاجیکستان یکان نمود یکان گونه دستگیری و این خانواده میکرده باشد یا نه؟ شما میدونید که یک گپ عجیب است که در وقت جنگ تو حتی پامیر ده آدم هایی که در جنگ پامیر رفتن کشته شدن از دنیا گذشتن حکومت یکان چیزی در او اویلو یوردن نمیکنند. اونا برای چی کشته شدن؟ برای که امام علی دستر قدرت مونند. گفت در مسئله پامیری و تاجیکی در وجه نمید. اینجا در امام علی میخواست که آخران حرکتی که در مسئله مردم هایی که آزادی میخواهند در وجود به هر راهی که باشه یک جنگ کلان بکنند. زیادتر از 271 نفر در وجه کشته شد. هرچند اینا به هر نمود دروغ میگفتن که کم کشتگی هستن و آدم ها در اونجا اینقدر کشتگی نابود شدگی ندن. اینا بگذارو که اگر که 70 نفرم 60 نفرم یک نفرم کشته باشن شما یک اونجور خبر گیشتگی هستن که همون اویله در یکدام کدگی هستن. گوه میکنم که چی طوری که من میدونم و ما رایی کردیم در خانه یک انسان که گفت که هیچ چیزی یکدام نمیکنم. فقط امیت آمدن گور کردن خیست من رفتن. یعنی مقصد شما وقتی که کسانی که جان خودشون از دست دادن به خاطر محافظت امام علی، به خاطر محافظت حکومت امام علی، برای این گونه اشخاص حکومت یکان گونه یاردم نکرد. مقصد شما که به این خانواده که به این مصیبت آمد به این خانواده یاردم نمیکنه؟ هیچ وقت نمیکنه. از یاد تا نبرورین که اینجا در یک زن و چهار گودک از دنیا گذشتگی است. عموماً در اینجا که حکومت اهمیت هم نمیده این مسئله. من در شما یک مثال آوردم که آدمایی که جنگ کردن برای امام علی خون ریختن کشته شدن اونا برای اونا امام علی یک گپی عادی است. به این خاطر من گمان میکنم که به یک اویله و به یک کمبغل عموما کلمه کمبغل در پیش امام علی قدری ندارد. خب یه سوال میتیم در باره جوانای مهاجری که امروز در روسیه هستن. البته امروزها روسیه خودش در یک مشکلات گرفتار است. جنگ در اوکراین البته تلفات بسیار زیاد میدهد، عسکرش کشته میشود و چقدر مهاجر از طرف اوکراین و طرف روسیه میآید. سوال ما این است که حکومت ما به خاطر اگر که رفته و مهاجر در دولت روسیه زیاد شود از طرف اوکراین، همین مردمی تاجیکستان، همین جوانان اگر که یعنی که رانده شوند، دیپورت شوند از همین روسیه، حکومت برای همین مردم مهاجر که برمیگردن به تاجیکستان یکان چاره میبیند یا نه؟ شما میدونید که مشکل در مسئله اوکراین هم نیست. ما این روز باید نگویم که سبب مهاجر ما یا که پرابلم ما از طرف مهاجرات از طرف اوکراین است. نیه؟ یا که اونا میبیند در دولت روسیه کار میکنند و جای کار پیدا میکنند. نه. مشکل دایی است که حکومت در مدت 24 سال یکان وقت فکر هم نمیکرد در مسئله مهاجر. شما باور کنید که در خود روسیه مهاجرهای که در پیش سفارت تاجیکستان میستند و در اونجا حق میتیند، پارتی میتیند، این نشان میتند چهره تاجیکستان هم در داخل تاجیکستان هم در بیرون. و مهاجرای ما که بگویم که بیان در تاجیکستان یگان جای کار پیدا میکنن این خودش خنده داره، زیرا که امام علی در مدت اخیران 14 سالی که چطور که ما میگیم به غض از رقص و بازی و خود نشانتی او که اینا ما قصر ملت داریم و اینا یک بیرق چسبوندگی هستیم اینا راه ساختیم دیگه ما و شما خرسندیم روزی کدوم میگذارن هر نمود رقص و بازی تشکیل میکنن. ایران که دوره قدیم است
در دوری قدیم مثلا در ریم روم دار در مثلا برای مردم از غم بیرون کشیدن وجود گلادیاتر فرض میکنه که یک با یک بزنن همدیگر همدیگرشون رو بکشن مردم از همون چی لذت برای آرام شون امام علی همین نمودی قدیمه را استفاده بود یعنی حکومت تاجیکستان نه در داخل کشور ما نه در خارج کشور مردم خودش فکر نمیکنه هیچ وقت نمیکنه امام علی عموماً از مسئله اپوزیسیه که ایروز برخیست حرکت کرد عموماً فکر نمیکرد که اپوزیسیه این همود حرکت میکنه به طریق اینفرماسیونی که در مردم برسونه و امام علی عموماً فکر میکرد که به مثل کماندیرهایی که در مبین که پیدا میشن 30 نفری 40 نفری با اونو مبارزه میبرن به طریق تلویزیون و رادیو اونو را احمق میکنه که اینا مجاهدن اینا نیکی نمیخوان همینا هستن که مردم تاجیکمون دست به در بدر شدن اصلی که ای اخدش بازی از طرف امام علی بود نما میدونستن که ضعیفیش در کجا است ما میدونستن که امام علی در کجا قوایی نداره حرکت کردن و ما حرکت کردیم به طرف اینفرماسیونی اول مردم رو نشان دادیم که مردم بیدار شوند با این حالت ما اوشون به یک نتیجه رسیدیم یعنی در این جنگ اینفرماسیونی شما چقدر کوشش کردید از سال 2012 البته پیشتر شما سر کردید اما در سال 2012 شما آشکارانه سر کردید مبارزه را تا به امروز یکون تأثیرات به خلق آمد یا نه؟ یعنی مردم در جنبش آمد یا نه؟ گمان میکنیم که خیلی برآمدهای ما خیلی کار را در تاجیکستان آسان کرد مثلا چیزی که ما در برآمدهامون سخت میگفتیم علاقه حکومت قانون قبول میکرد با مسئله علیمین زوده که شیر باید بتیم یا که در مسئله بلیت سمایده کمی انزام کنم یا که در مسئله گرد اطرافی که هستن مثال فایده به مسئله مهاجر شوند یا که مردوهای تاجیکستان قانون قبول کردن که به تاجیکستان بودن صدها گپایی که ما سخت میگفتیم امام علی میفهمید که این درد میتونه مردم یک دست شوه حرکت کنه و حکومت میتونه که بکشه از قانون یعنی خلق مردم بیدار شه و بغیر از وای ما شو میدونیم که نتیجه کلان گرفتیم آره این روز مردم نمیخواد در این گپ من شدن مردم میخواد که آزاد شوه از این نو برای این چی لازم است برای این لازم است که ما کارا تا آخر دوام تیم باز دعوت کنیم باز حرکت کنیم باز مردم ها یک دست کنیم بفهمونیم که با این کارا قطعی ما و شما منشدن نمیتونیم باید هر راهی که باشه مبارزه مون شدید کنه رفتن گیریم یعنی هر چی که فشار در سر خانواده کسانی که در زیر اشتراک میکنن و یا که حقوق خودشون را دعوا میکنن که ما حق خودمون را میخواهیم اینا اگر چی قدری که در خانه هاشون فشار بیارن اینا باید حرکت کنن البته زیرا که مبارزه همی است که اگر که مردم خاموش بیسته صبر کنه انتظار بیسته شکست میپیاد باز غمی که این روزه ده بار زیادتر در بالای سر مردم میپیاد زیرا که امام علی میدونه که یک مقدار فرزندای تاجیکایی که از سرزمین گرجدنینای تاجیکستانی که مبارزه میبودن دعوت میکردن حرکت میکردن و اونا را اگر که گلچین کردن نابود کنن دیگری مردم میترسن دیگری مردم میگه که دیگر فایده قوی نداره در حرکت خب سوال دیگری ما این است البته بعد از 10 اکتبر گروه 24 به نام سپاراتیست به نام تروریست به نام اکستریمیست با چی نام باش ما را نامیدن و البته گروه جوانوی که به نام وزرجدین تاجیکستان در روسیه تشکیل شده بود اینا البته یکون بگیم نه سپاراتیست بودن اینا نه تروریست بودن اینو یک گروه مهاجره بودن که کار کردن و میخواستن که از همین مهاجره دست بکشن به وطن خودشون بر بگردن و از جمله گروه شما هم در همین داخل شدگی بود شما در این برای چی میگید؟ یعنی مقصد ما که رسمان اعلان شد یعنی از طرف سود عالی رسمان اعلان شد که گروه 24 و وزرجدین تاجیکستان این نونهالان و نوجوانان تاجیکستان تاجیکا در شهر روسیه در مسکو که کلانشون ابراهیموف مقصود است هر دوی شما را به نام رسمان اعلان کردن که شما سپاراتیست هستید شما چی گفتنی هستید در این بار؟ البته ما میدونیم که در تاجیکستان هر کسی که دیگرگون فکر میکنه میخواه آزادی برای مردم او البته زودترین وقتی تروریست میشه سپاراتیست میشه و دیگر گروه میشه و ما باور میکنیم که ما به نظر ما از طرف ما باور میکنیم که حکومت تاجیکستان تروریست است یعنی هر کسی که بر مقابل حکومت تاجیکستان سخن میگه او تروریست است دیگه مشی تر است که ما چیزی که فکر میکنیم که برای من شخصا که امام علی خودش تروریست است خودش شپیون است
خودش یک خائن ملت است و چیزی که او در برای ما میگه ما هم قدر گپ تزیدی گفته میتونیم. البته خودش سیاست است. در سیاست امام علی کوشش میکنه که با مطابق سخن فتنه و دروغ و نیرنگوزی قطعی مردم را در یک راه دیگر بکشه بترسونه. مقصد ترسوندن مردم است. مقصد این خیر کنیم که مردم از این آزادی دست بکشن. دیگه یک گفت دیگه جد. سوال آخری ما این است. البته در باره انتخابات پارلمانی. در باره انتخابات پارلمانی شما چی فکر دارید؟ البته شما میدونید که برای ما پارلمانی و برگا پریزیدنتی میبرد به مثل یک مسخره بازی است. مردم احمق کردن است. شما میدونید که مردم ما یک مردمی هست که هرچنده که در او یکان افسانه نقل کنی همینقدر زیاد باور میکنه. و پس از این حرکت کردن پارتیایی که مثلا در یا یکان نیتی دارن که فایده میرسد به مردم که بیاین ما را دستگیری بکنین این خودش با یک افسانه دیگر است. ما هیچ گونه باور یک سپتاکل بازی بود است. این یک مسخره بازی است. همین سپتاکل بگویم یا که مسخره بازی است یا که سرک بگویم فرقی ندارد. گفت در این است که آخری نتیجه هر یک پریزیدنتی بود یا پارلمانی بود چاه کندگی برای مردم تیار است. فرق ندارد که چی نبود ما حرکت میکنیم. این از بینه که به مثل پریزیدنتی بود امام علی برآمده بود که ما شفاف پریزیدنتی بود میکنیم. من نامزدی خدمه هازی نمیمونم. هازی فکر نکردم. در آخر چی گپ گذاشت؟ او آدم را در اونجا محکم کردن، ما را در اونجا بردن، در دبی محکم کردن، زید سعید را در اونجا در زندان محکم مال و ملک شمید، اینقدر به آبرویی در ما باید. و چندین آدم را چی فشار آورده رسوندن. ستاری را در مسئله مسکو در کارت قطعی زدن. این همش چی شمید؟ این پریزیدنتی مبری ماست. یعنی که آخر مبارزه امومالی چی هست که مردم تاجیکستان در یک چاه پرتفتن. من چندی بر در زید گفتگی بودم که اگر که مردم یک دست نشه و مبارزه نکنه هم از خاک تاجیکستان میمونه هم از دینش میمونه هم از فرهنگش میمونه و بالاخر از ناموسش میمونه و این مبارزه در ما و شما بسیار وزبین است زیرا که امام علی از این گپا بوبردگی نیست و این خاطر مسئله پارلمانی بود این خودش یک مسخره بازی است این هم خیلی گپ یعنی اشتراک کردن حزبهای سیاسی در ویبری پارلمانی یکان نتیجه ندارد، نتیجه منفی و نتیجه مثبت ندارد یعنی همش به فایده امام علی تموم میشه همش به فایده امام علی تموم میشه هر کاری که کنید در اونجا در همون بازی پیش میره چی داره که پریزیدنتی ببرد همون همون بازی میگذارد بیاین در مثلا پریزیدنتی ببرد کوتاه گرزد یعنی در 15 یسی در پریزیدنتی ببرد مثلا اپوزیسیا یک جا یک مشت نتونیسته یک آدمی را پیشنهاد کرده نتونیستم پس از وای تو حتی اووز جمع کردن نتونستن. این همش چی بود؟ این فشار از طرف حکومت بود. یعنی که از او خوبه اپوزیسیا نمیکردن و اپوزیسیا همو ویبر دا نمیرفت. آشکار میگفت که ما این را قبول نداریم. همین پریزیدنتی را قبول نداریم. جهان میفهمید این خوبتر بود. نتیجه این به اندازه بلند بود. ممکن که تو این وقت جهان دستگیری میکرد و ممکن که امام علی دیگر حکمداری هم کردن نمیتونست. لیکن پارتیای ما و اپوزیسیای ما در او حالت در مسئله امامالی یک کمی کمک کردن بود. کمکش چی بود که در همون انتخابات اشتراک کردن. ما که باشه ایروز گفتیستیم که نکنین همین انتخابات. همین پارلمانی ببرده حرکت نکنین. دست بکشین. این خوبتر است از این بی‌آبرویی که شما مردم در یک چاه میپرتونید. بسیار خوب استاد محترم. ما بسیار خوشحال شدیم از دیدار شما از سوالهایی که به شما داده شد. البته جوابهای بسیار مطمئن بخش بود و انشاءالله مردم بهره می‌برند از جوابهای شما. تشکر زیاد.